حتما دوست دارید CNN هم بیاد باتون مصاحبه بکنه، فاکس نیوز هم بیاد باتون مصاحبه بکنه، همه اینا بیان با شما مصاحبه بکنن. کجا هستید اصلا؟ شما کی هستید اصلا؟ پیش مردم ایران اسم و رسم شما محلی از اعراب داره که اینها وقت بذارن بیان با شما مصاحبه بکنن؟ بعد همین آقای محمود عبدعی که با صدای آمریکا و با جاهلیه مصاحبه داره که اینا رو نمی‌بینید؟ شما خودتون که اسمشو گوشین رئیس شورای مرکزی حزب سکولار دموکرات، که این یعنی عضو شما نبوده، این هم بایکوت بوده. اما بعد از این بریم سراغ فرد دیگه از لیست این ایرانگرایان که بهش اختار داده بودم کمتر از 48 ساعت در خدمتش خواهم بود، آقای احمدی. بریم از آقای احمدی شروع بکنیم، ببینیم که ایشون تو این گروه چه کار میکنه، کجا بوده و چطوری راه پیدا کرده. اما قبلش راستی دوستان یه مطلبی رو در رابطه با اسماعیل نوری علا گفتم که همیشه در خیال خودش از زمانی که به دنیا آمده داره با استبداد میجنگه. بریم این مقالهش رو ببینیم و برگردیم، بعد بریم سراغ عبدالرضا احمدی. خب ببینید دوستان، این مقاله ای که اسماعیل نوری علا در 15 آوریل 2019 نوشته برای خبرگاه خبرگزاری حزب سکولار دموکرات ایرانیان. خب این بخشی که من مارکش کردم و دقت کنید لطفا، میگه ما در مطالعات خود درباره چگونگی بازتولید استبداد، امری که بلا فاصله پس از انقلاب مشروطه و نهضت ملی و انقلاب اسلامی رخ داد، یعنی کماکان در مسیر همون تفکرات مصدقی داره پیش میره، هیچ فرقی هم براش نداره. و همونطوری که از زمان تولدش با استبداد جنگیده، در زمان حکومت شاهنشاهی جنگیده، بعد رولا خمینی رو آوردن تو ایران، بعد دیدن که نتونستن بشینن دور سفره انقلابشون و بهشون جان ندادن، دیدن آدم ها زیاده، اینا اصلا عددی محسوب نمیشن، اینا اومدن بیرون، بعد شروع کردن دوباره برای جمهوری اسلامی شمشیر کشیدن که دوباره خواسته باشن جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن با سفره جدید انقلاب. و در نهایت اینا به دنبال همون پوست اندازیه هستن، دنبال این که مردم به خواستشون برسن نیستن. اینها فقط وظیفه‌شون ایجاد شرایط لازم برای رسیدن به یک رفرم شکلیه، به هر شکلی میخوان جلوی طرفداران سامانه پادشاهی بیستن، به هر شکلی به پادشاه ما آسیب بزنن، ترور شخصیتی بکنن، حمله بکنن، تا اینکه جمهوری اسلامی زمان لازم رو برای پوست اندازی داشته باشه. کاری که تمام گروه های تجزیه طلب دارن انجام میدن، کاری که تمام تروریست های مجاهدین دارن انجام میدن، کاری که تمام گروه های دیگه مثل شورای مدیریت گذار داره انجام میده، و تمام این رسانه هایی که در طول این مدت دیدید چجوری شمشیر کشیدن برای طرفداران سامانه پادشاهی و خاندان ایرانساز پهلوی. اما بریم سراغ عبدالرضا احمدی، ببینیم عبدالرضا احمدی کیه و چه تفکری تو ذهنشه، یا این فرد میفهمه داره چی کار میکنه یا نمیفهمه. اگر نمیفهمه که اون کسانی که اومدن انتخابش کردن بردنش تو این مجموعه ایرانگرایان قطعا اونا هم نفهمن. اگر نفهم نباشن در رابطه با یک فردی که در خصوص عملکرد خودش نمیفهمه داره چیکار میکنه، نمیان اینو انتخابش کنن ببرن تو گروهشون. یک. دو، اگر میفهمه دارن چیکار میکنن، قطعا گروه ایرانگرایان هم با علم و آگاهی و دانش کامل یک فردی رو بردن که هم پیاله خودشون بکنن، چون اهدافشون با هم دیگه مشترکه، فقط لباساشون متفاوته، نوع گفتارشون متفاوته. بریم ببینیم در رابطه با مسئله‌ای که پادشاه ما اشاره کردن در خصوص اعتصابات کارگری و ایجاد یک سری صندوق ها چه توییتی رو زده و شما از این توییت چه برداشتی میکنید. دقت کنید متن توییت رو با دقت بخونید، این فیلم رو که دارید میبینید روی این متن استاپ کنید و پیش خودتون آنالیز کنید، ببینید کجاها رو
میزنن تا رو ذهن مردم، رو ذهن اقشار مختلف جامعه تاثیر بزنن، تا جلوی اعتصاب، تا جلوی اعتراض، تا جلوی سرنگونی جمهوری اسلامی رو بگیرن. بریم ببینیم. برای اعتصابات تا صندوق‌های خارج کشور را اندازی شود، به صندوق‌های کمیته امداد میشه رجوع کرد. مهسا امینی. خب اولا که این آقای عبدالرضا احمدی خیلی دم از پادشاهی خواهی داره میزنه از بعد از قیام 1401، اما شما جایی نمیبینید که نوشته باشه جاویدشا. کسی که پادشاهی خواه باشه و جاویدشا رو از دهنش بندازه داره دروغ میگه، داره فریب میده مردمو، و به خاطر منافع فردی یا حزبی گروهی یا به خاطر اینکه تطمیع شده به عنوان یک کسی که در آینده صاحب پست و مقامی داشته باشه، قبول کرده که دیگه نگه جاویدشا. این یکی از موضوعات مهمه. اما در این توییت به خاطر اینکه بیاد اون شمشیر دولب پادشاه ما رو که در رابطه با صندوق‌های خارج از کشور صحبت کرد از دستش بگیره و به صورت غیر مستقیم عمل بکنه، داره به نیروی درون مرزی مخصوصا بخش کارگری میگه، میگه این صندوق‌های خارج از کشورم را اندازی بشه، اندازه پول به شما میرسه که تو صندوق کمیته امداد هست. این صندوق کمیته امداد که تو خیابونا هستش، چقدر مگه توش پوله؟ شما وقتی در سراسر کشور همه رو جمعش بکنی یه دفعه میشه 270 میلیارد تومان، ولی در یک صندوق پست یه دونه ای که خواسته باشی بزنی شاید 500 هزار تومان باشه. یک. دو، در شرایط بد امرار معاشی امروز جامعه ما چقدر مردم رو شما پیدا میکنید که برن تو صندوق صدقه پول بریزن؟ که کارگرهایی که اعتصاب میکنن و شما دارید بهشون میگید برید صندوقهای کمیته امداد میتونه هزینه زندگی شما رو بده. یعنی چی؟ یعنی این صندوقهای خارج از کشور به شما میخواد مثل کمیته امدادی که به چشم گدا داره نگاه میکنه، با این تورم و گرونی حد اکثر به خانواده هایی که تحت پوشش کمیته امداد هستن داره ماهی 600-700 هزار تومان پول میده، این صندوقایی هم که شاهزاده رضا پهلوی گفته همینقدر میخواد به شما پول بده. پس الکی اعتصاب نکنید. این کاریه که عبدالرضا احمدی داره انجام میده در این توییتش. اون کسی که در داخل ایران نشسته بچه نیست، میفهمه تو داری چی میگی. اگر یک سری آدم نشستن و فقط میخونن، حالا 6 نفر اومدن اینجا این توییت تو رو ریتوییت کردن، 65 نفر اومدن لایک کردن، همین تعدادم هم نفهم بودن، همین تعدادم هم نفهمیدن که تو چی گفتی. بریم توییت بعدیش رو ببینیم. بذار من این پرچمم بردارم، باز نگه اینم من نیستم. ببینید دوستان، قبلیشم که گفتم همین عکس خودش بود، برای اعتصابات تا صندوق‌های خارج کشور را اندازی شود به صندوق‌های کمیته امداد میشه رجوع کرد. بریم سراغ توییت بعدیش. همانها که 88 نگذاشتن صدای مردم به دولت‌های غربی برسه، امروز از نداشتن آلترناتیو و غیر هماهنگی در اپوزیسیون میگویند. خب سال 88 کدوم صدا میخواست به دولت‌های غربی برسه؟ سال 88 در اواخرش لیدرهای وزارت اطلاعات اومدن گفتن مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای. خب از اولش که این نبود، اولش مردم رو راه انداختن با خود کروبی و موسوی که رأی ما رو پس بدین، رأی ما کو، انتخابات باید باطل شه چون تقلب شده، احمدی نژاد تقلب کرده. کیان وقت نذاشتن صدای مردم به دولت‌های غربی برسه؟ چرا انقدر کوتاه، مختصر، مفید تلگرافی می‌نویسی؟ چون گند بالا میاری آقای عبدالرضا احمدی. بیشتر از این اگر بنویسی اندیشات همه یه جا میزنه بیرون، همه میفهمن، شفاف چیه دیگه، نیاز نداره کسی بیاد آنالیز بکنه صحبتاتو. خب بریم توییت بعدی. هر که از ایران میگوید
دل در گروی این جغرافیا و مردم دارد و اندیشه مردم سالاری در ذهن، چه بداند و چه نداند از تبار جمهور ایرانیان و مشروط خواهان است و نه از تبار آنانی که با گفتمان 57 و سامانه روسیه جمهوری ایران، جمهوری ایران را ویران کردند. ببینید دوستان، چند تا مطلب به صورت فشرده، همونطوری که عرض کردم، ایشون تلگرافی می نویسه که گند اندیشاش بالا نزنه، سعی میکنه در پوش بذاره روی تعفن اندیشش. اگر یادتون باشه در برنامه نخست صحبتی که در رابطه با سعید حجاریان و طولای بابا اکبر داشتم و گفتم یک سری نشونه هایی هست که همه اینها با همدیگه وصلن، مثل امیر حسین اعتمادی که بیان کرد در یک گفتگویی که چپ ملیگرا هم در آینده ایران میتواند بیاد و با ما کار کنه. با کی حالا کار بکنه آینده ایران رو بسازه؟ چپ ملیگرا داریم نداریم بمونه تا بعدن مردم میدونن، و امیر حسین اعتمادی و چپ ها. اما ببینید اینجا چی پیدا میشه. هر که از ایران میگوید دل در گروه این جغرافیا و مردم دارد و اندیشه مردم سالاری در ذهن، چه بداند و چه نداند از تبار جمهور ایرانیان و مشروط خواهان هست است. یعنی وقتی یه چپی، یه کمونیست میاد از ایران حرف میزنه، دل در گروه این جغرافیا و مردم داره و اندیشش مردم سالاریه. وقتی یک آخوند میاد از ایران حرف میزنه مثل خامنه ای، اندیشش در رابطه با این جغرافیا هست، دل در گروه این جغرافیا داره و اندیشه مردم سالاری تو ذهنش هست. وقتی یک سردار تروریست سپاه میاد در رابطه با ایران حرف میزنه، همین خصوصیاتی که عبدالرضا احمدی نوشته در رابطه با اونم صدق میکنه. اما اومده در لابلای این جنگولک بازی های کلماتی و بازی با کلمات نام مشروط خواهان رو نوشته. دقیقا اینجا مشروط خواهان همون مشروطه ای هستش که حجت کلاشی اشاره میکنه، همون مشروطه ای هستش که شیبانی راد بهش اشاره میکنه که هیچ ربطی با پادشاهی خواهان نداره و از دلش میخوان جمهوری در بیارن. و اینجا اومده جمهوری اسلامی رو ربطش داده فقط به روسیه. دقت کنید، تطهیرسازی و محدود کردن دست خارجیانی که در سال 57 نقش فلاکتی که به گردن مردم ایران انداختن رو میخوان پاک بکنن. اما مشروط خواهان رو دارن اینجا آماده میکنن که پس فردا بگن همه ما مشروط خواهیم. حالا بین مشروطه جمهوری و مشروطه پادشاهی بیاید انتخاب بکنیم. یعنی دارن آلترناتیو سازی میکنن برای سامانه ای که از سالیان قبل از 57، عملا از 1320 به بعد، این همه کشتار کردن و این همه خون طرفداران سامانه پادشاهی رو ریختن. تمام چپی ها، تمام گروه های تروریستی از 1320 به بعد هر چی کشتن نیروهای وفادار به ایران بوده، نیروهای وفادار به سامانه پادشاهی بوده، نیروهای وفادار به رضا شاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر و خاندان ایرانساز پهلوی بوده و حالا میخوان آلترناتیو سازی کنن. این یکی از موضوعاتی که فکر میکنم آقای عبدالرضا احمدی با علم و آگاهی کامل تلگرافی مینویسه و خیلی خلاصه نویسی رو دوست داره. مجید توکلی هم آزاد شد. خب دیگه کی منتظر آزادی کی هستی؟ 19 دسامبر 2022، آقای عبدالرضا احمدی دیگه منتظر آزادی کدام یک از همپالگیات هستی؟ سامانه مشروطه و گفتمان مشروطه تنها سامانه و گفتمانی است که نهله های فکری و سیاسی را در خود میپذیرد و امکان حیات میدهد. بقیه سامانه ها در ایران ایجاد آپارتاید میکند. بله آیا احمدی، کدام مشروطه؟ منظور شما از مشروطه و سامانه مشروطه کدام سامانه است؟ ما
ثابت کردیم از 1395 به بعد ملت ایران، جوان ایرانی به دنبال بازگشت به هویت خودش و بازگشت به اصالت ایرانی خودش که نظام پادشاهی هست، پادشاهی پهلوی، اونو میخواد. شما منظور کدام سامانه است؟ سامانه که هر چیزی اسمشو میتونی بذاری سامانه، اما بعدش مشروطه، کدام مشروطه؟ اگر شما منظورت سامانه یه مشروطه جمهوریه که میتونه تمام نهلهای فکری رو تو خودش جا بده، چرا شفاف نمی نویسی جمهوری؟ اما اگر میخوای بیای به زور بچپونی به سامانه پادشاهی، مشروطه پادشاهی که میتونه تمام نهلهای فکری و سیاسی رو تو خودش بپذیره، شما از طرف چه کسی همچین فتوایی رو صادر میکنی؟ شما کجا دیدی یه چپی، یه تجزیه طلب، یک ایران ستیز بتونه بیاد در سامانه پادشاهی و اونجا حتی چهار تا جمله حرف بزنه، چه برسه به اینکه در دل خودش جا بده؟ اینکه امکان حیات داشته باشه مگه قبل از سال 57 در حکومت پادشاهی نبود آقای عبدالرضا احمدی که گروهک های تروریستی وجود داشتن مثل چریکان فدای خلق، مثل سازمان مجاهدین، این بلا رو سر ما آوردن؟ باز هم ما باید ادامه حیات اینا رو تضمین بکنیم؟ اگر از طرف طرفداران سامانه پادشاهی داری صحبت میکنی، دارم میگم حرف مفت میزنی ها، اگر داری از طرف جمهوری خواهان میگی و مشروطه جمهوری که خیلی خوب، این اندیشه شماست، ولی خلاصه نویسی نکن آقای عبدالرضا احمدی. وقت بازی تموم شده برای شماها. اگر به قول استاد امیر طاهری، اگر شرف دارید پرچماتون از توی جیبتون بیارید بیرون و نشون بدید کدوم طرفی دارید بازی میکنید. مردم فریب شماها رو نمیخورن، فریب بابک شکرابی و عرفان قانعی فرد و حجت کلاشی و علیرضا کیانی و امیرحسین اعتمادی و این اراذل و اوباشی که با پول مردم ایران دارن امرار معاش میکنن و نمیخورن. بریم توییت بعدیشو دوستان. دوران برای مردم، برای خلق، به نام توده، ما مردم، امت واحد و اینها تمام شده. ما مثل قبل 57 شهروندان ایرانی هستیم که میدونیم چی میخواهیم و چه نمیخواهیم. مردم را سپر بلا نکنید. مردم هر چه بخوان خودشون میگن. منافع سیاسی حزبی خودتون رو نبرید پشت مردم. آقای عبدالرضا احمدی، شما منافع کیو بردی پشت مردم قایم کردی؟ شما از مردم برای کجا دارید سپر انسانی میسازید؟ شما چرا از طرف مردم توییت میزنی؟ شما چرا از طرف مردم تصمیم میگیرید؟ شما چرا هی مردم مردم میکنید؟ شما چه رأیی در پیش مردم دارید؟ آیا شما اومدید خودتونو به مردم معرفی کنید و آیا مردم به شما رأی دادند که شما از طرف مردم حرف میزنید؟ اون کسانی که دائما تو بوق کهنا میکنن توده و مردم و خلق و فلان اینا، همشون پرونده هاشون سال 57 رو شد، تموم شد، اونها مردن، اونها در سپهر سیاسی آینده کشور هیچ جایگاهی ندارن. اما تویی که دنبال پست و مقام هستی نمیتونی امروز بدون رأی مردم از طرف مردم ایران حرف بزنی، همینطور بقیه همپالگیاتون که سرتون همه توی آخوره، این حق رو ندارید که بیاید برید پشت سر مردم قایم چید، برای خودتون هویت فیک و جعلی بسازید تا خواسته باشید اینجا رأی به دست بیارید. شما به نفع کدام گروه رفتید پشت اسم مردم قایم شدید؟ دوستانتون به نفع کی، به نفع کجا رفتن پشت اسم مردم، پشت اسم برانداز، پشت اسم مشروطه پادشاهی قایم شدن و دارن آسیب میزنن به مردم و به نفع جمهوری اسلامی دارن کار میکنن؟ اینا رو چرا نمیگید؟ چرا با مردم رو راست نیستید؟ تا کی میخواهید عین جمهوری اسلامی بدون کوچکترین تنشی همه رو بلاک بکنید؟ همتون با هم تا کی میخواهید بلاک بکنید؟ قطعاً
بعد از جمهوری اسلامی اگر دست شما برسه به میز قدرت که همه این کسایی رو که بلاک کردین و مثل صادق خلخالی و مثل بقیه میذاری سینه دیوار، رگبار رو میبندید دیگه. شکی هم نیست در این کار، چون برخورداتون معلومه. بریم توییت بعدیش رو یه نگاه بندازیم. دقت کنید دوستان، همون بازی که در رابطه با مجاهدین عرض کردم، حالا اینجا نگاه کنید چه مکانیسمی باعث شد وزارت امور خارجه آمریکا بگه مجاهدین دموکرات نیستن و آلترناتیو هم نیستن. این مکانیسم چطوری کار میکنه؟ در اروپا هم چنین دیدی وجود داره؟ خب چرا آقای عبدالرضا احمدی باید بیاد از مجاهدین دفاع بکنه؟ خب حالا اینکه وزارت امور خارجه آمریکا با مجاهدین هماهنگ، با جمهوری اسلامی هماهنگ، به ضرر مردم کار میکنه، همه اینا را ما مردم میدونیم. اما چرا آقای عبدالرضا احمدی در 14 دسامبر 2022 باید بیاد یک همچین توییتی رو در رابطه با دفاع و حمایت از گروه تروریستی مجاهدین بزنه؟ آیا این چیزی خارج از عقیده خودش هست؟ قطعا نه. هر متنی که نوشته میشه تراوشات و اندیشه ذهنی یک انسان رو داره به تصویر میکشه که انسان میتونه بررسی بکنه این فرد چه نگاهی به دنیای پیرامون سیاسی خودش داره، در جایی که ایستاده میگه من برانداز هستم چه نگاهی داره میکنه و از کدام زاویه میخواد به منافعش برسه. ائتلاف تحت نام اتحاد زیباست اما ثمری نداشت. چرا؟ چون نیروهای سیاسی به خصوص آنها که در رسانه بیشترند متوهمترند. سیاسی شدن انقلاب وزن گروه ها را مشخص می کند و ائتلاف را راحت تر. در این سه روز تنها گروه سیاسی که فراخوان داد و در خیابان هم صدا داشت مشروط خواهان بودند. 8 دسامبر 2022، آقای عبدالرضا احمدی برای بار چندم یک توییت بزنید و اشاره کنید که در تمامی توییت هایی که نام مشروطه رو آوردید منظور شما کدام مشروطه است؟ مشروطه پادشاهی یا مشروطه جمهوری یا مشروطه تجزیه طلبی یا مشروطه فدرالیستی؟ کدام مشروطه؟ ما باید بدونیم مردم ایران حق دارن بدونن توسط شما دارن وارد کدام آزمایشگاه میشن تا مثل موش آزمایشگاهی روشون آزمایش بعدی رو انجام بدید. حداقل این احترام رو برای مردم ایران قائل باشید که نام آزمایشگاهی که قرار بعدن روشون آزمایش بشه رو بهشون بگید که بدونن. کدام مشروطه رو شما دارید مینویسید؟ ببینید دوستان، 8 دسامبر 2022، وقتی یک فرد برنامه ریزی میشه روش کاملا هماهنگ میاد جلو، کاملا بر اساس دستوراتی که بهش دیکته شده میاد جلو. تا اینجا 3 تا توییت مربوط به یک روزه. ائتلاف توییت بالا نوشته ائتلاف یکی از برنامه های ساده این که کمیته فراخوان ایران شکل بگیره. حالا جمله بندیش که مشکل داره بماند، اما منتظر باشید که کمیته فراخوان هم اینا تشکیل بدهند. حالا یا نامش رو عوض میکنن بعد از این برنامه‌ای که ما ساختیم، یک کاری میکنن یک کمیته رو تشکیل میدن که از این به بعد مردم با برنامه اونها بیان بیرون که برن تو دسته وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه قتل عام بشن با هماهنگی کامل. دقت کنید مردم، دارن برنامه ریزی میکنن که برای قیام ساعت روز محل تعیین بکنن تا از قبل نیروهای سرکوب آماده باشن همه رو قتل عام بکنن. دو، نوشته ائتلاف یکی از برنامه‌های ساده این که کمیته فراخوان ایران شکل بگیره و اکانت‌های محلات به اون پیام بده و رسانه از این کمیته برای انتشار اخبار استفاده کنه. بابا این خیلی باهوشه.
خیلی باهوشه. 25,000 تا سور در 1/100 ثانیه زده به خرگوش. اکانت های محلات که ساخت پرداخته اطلاعات سپاهه به اونها پیام بدن، بعد رسانه از این کمیته برای انتشار اخبار استفاده کنه، همه نیروهای در مرزی رو صاف بده بغل کشتارگاه. عجب، ببینید چه کسانی میخوان بیان نقش آفرینی کنن. واقعا سامانه مشروطه را میتوان نام دیگر جمهوری ایرانی نامید. مردم ببینید چجوری دارن تو سامانه پادشاهی نفوذ میکنن. نیرو رو آموزش دادند، هزینه کردند بابتش تا در نهایت بره در اندیشکده کوروش و از اونجا بیاد در گروه ایرانگرا به اسم ایرانگرایی به مردم ایران غالب بشه تا اون برنامه‌ای که سعید حجاریان و طولای بابا اکبر و رسانه‌های مختلف و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و خیلی از کشورها به اسم انقلاب میخوان به پوست اندازی برسن و شرایطش رو از این برم مهیا کنن. سامانه مشروطه را میتوان نام دیگر جمهوری ایرانی نامید که بر پایه سیستم کهن سیاسی ایرانی استوار شده است. ایشون ظاهرا تاریخدان هم هست. آن جمهوریتی که نمود ملموسش در اقتصاد دلار 7 ریالی در زمینه اجتماعی آزادی و برابری زنان و مردان و در عرصه بین المللی پاسپورت پرقدرت بود. بازی با کلمات، مخفف کردن جملات، تلگرافی نوشتن، خودش نمیفهمه، قطعا نمیفهمه که داره چی مینویسه چون بهش دیکته میشه، این دیکته ها رو فقط کپی پیست میکنه و داره اینجا غیر مستقیم میگه حکومت پادشاهی در سال 57 که اقتصاد دلار 7 ریالی، منظورش 7 تومانیه، تا سال 57 بوده، اونم جمهوری ایرانی بوده، حکومت پادشاهی نبوده. و بریم یه دونه توییت دیگه‌ش هم ببینیم. به برزو ارجمند گیر میدین چون میترسین رقیب لیدرهاتون بشه. ببینید از چه کسانی حمایت کرد؟ رسید به برزو ارجمند. خب برزو ارجمندی که همتون میشناسید. حالا نقش آقای عبدالرضا احمدی این وسط چیه؟ چی کار است؟ از کجا اومد و به کجا رسید؟ عبدالرضا احمدی یکی دیگه از نیروهای سکولار دموکرات. میلاد آقایی رو فراموش نکنید، عرفان قانیفر رو فراموش نکنید، امیر حسین اعتمادی رو فراموش نکنید، ما اون خوشنودها رو فراموش نکنید. ما با تمام اینها کار داریم تو این سریالی که داریم، برنامه های سریالی که میسازیم، به تمام اینها خواهیم پرداخت. اینها رو توجه داشته باشید که نیروهاشون رو چجوری تقسیم میکنن و آماده میکنن برای یک شرایط کاملا خاص، برای یک شرایط پیشبینی خاصی که دارن، حالا روی یک چشمانداز یا مشخص یا نامشخص از نظر زمانی و جغرافیایی. همونطوری که در بخش قبلی گفتم، تقسیم نیروها صورت گرفته چون قطعا ایمان دارن اینها این مجموعه ایرانگرایان با پولی که بابک شکرابی داره هزینه میکنه قطعا شکست خواهد خورد، چون هیچی پشت سرش نیست، هیچ اندیشه میان پرستانی ندارن و همه هارت و پورت علکیه، فقط بر پروپاگاندا سازیه. گول پروپاگاندایی که دارن میسازن رو نخورید. ما چند سال پیش یک میان پرده‌ای رو پخش کردیم در یکی از برنامه هامون، اینو نگاه کنید با هم برگردیم تا ببینید رسانه ها چجوری برای اینها تبلیغ میکنن و منافعش رو چه کسانی قراره ببرن. بریم اینو ببینیم و برگردیم. پروپاگاندا یا همون تبلیغات سیاسی. خیلی ها هنگام صحبت در مورد کشورهایی مثل کره شمالی، قزاقستان و کوبا از این اصطلاح استفاده می کنن.
کشورهایی که از لنز رسانه‌های غربی استبدادی در نظر گرفته میشن. آزادی مطبوعات، آزادی اندیشه. اینها اصطلاحاتی هستند که افراد هنگام صحبت درباره کشورهایی مانند ایالات متحده، فرانسه و استرالیا از اونها استفاده میکنند. به اصطلاح کشورهای مردم سالار. در سال 1988 نوام چامسکی به همراه ادوارد هرمان کتابی با عنوان تولید رضایت منتشر کرد. اونها در این کتاب بر این مفهوم تاختن که رسانه ها به عنوان مهر تاییدی بر قدرت سیاسی عمل می کنن. رسانه ها به مردم اطلاعات می دن، به اونها خدمت می کنن تا ما بهتر بتونیم در فرایند سیاسی شرکت کنیم. در واقع رسانه ها رضایت ما رو تولید می کنن. اونها همون چیزایی رو به ما می گن که کسانی که در رأس قدرت هستن می خوان به ما بگن. در نتیجه ما میتونیم رفتاری سازگار و مقبول داشته باشیم. به کمک رسانه‌هایی که به عنوان ماشین تبلیغات سیاسی عمل میکنن، نمایش دموکراسی به روی صحنه میاد. رسانه‌ها از طریق 5 فیلتر عمل میکنن. اولین فیلتر به مالکیت مربوط میشه. رسانه‌های گروهی شرکت‌های بزرگ هستن. اغلب اونها جزئی از یک شرکت عظیم خوشه‌ای هستن. حتما میپرسین هدف نهاییشون چیه؟ سوداوری. پس به نفعشونه به دنبال چیزهایی باشن که این سوداوری رو ضمانت میکنن. خبرنگاری انتقادی در رده نیازها و منافع شرکت در رده دوم قرار میگیره. فیلتر دوم وظیفه که واقعی صنعت تبلیغات رو فاش میکنه. هزینه ی رسانه خیلی بیشتر از پولیه که مصرف کنندگان اونها پرداخت میکنن. خب پس چه کسی این شکاف رو پر میکنه؟ آگهی دهنده ها. و آگهی دهنده ها برای کی این پول رو پرداخت میکنن؟ مخاطبان. و اینطور نیست که بگیم رسانه ها دارن به شما یک کالا، یعنی محصول آگهی دهنده ها رو میفروشن. اونها همچنین به آگهی دهنده ها هم یک کالا میفروشن، یعنی شما. صاحبان قدرت چطور رسانه ها رو اداره میکنن؟ جواب این سوال فیلتر سومه. خبرنگاری نمیتونه مهر تاییدی بر قدرت باشه، برای اینکه این سیستم همدستی و تبانی رو حمایت میکنه. دولت‌ها، شرکت‌ها، مؤسسه‌های بزرگ میدونن چطور در بازی رسانه‌ای شرکت کنن. اونها میدونن چطور روایت اخبار رو تحت تاثیر قرار بدن. اونها خبرهای دست اول رسانه‌ها، گزارش‌های رسمی و مصاحبه با کارشناسان رو تامین میکنن. اونها خودشون رو در فرایند خبرنگاری به عنصری تعیین کننده و حیاتی بدل میکنن. پس اونهایی که دارای مقام و قدرت هستند و اونهایی که در مورد اونها گزارش میدن، پشت پرده با هم سر و سری دارن. اگر شما بخواهین قدرت رو به چالش بکشین، به حاشیه ها رانده میشین و نامتون هرگز شنیده نخواهد شد. شما وارد بازی نمیشین و دسترسیتون رو به منابع و ماجراها از دست میدین. وقتی رسانه ها، خبرنگاران، افشاگران و منابع خبری از اتفاق نظر عمومی فاصله میگیرن، مورد رگبار انتقادات واقع میشن. این چهارمین فیلتر رسانه هاست. وقتی رویدادی برای صاحبان قدرت ناخوشایند باشه، شما خواهید دید که ماشین انتقادات فعال میشه، اعتبار منابع رو زیر سوال میبره، گزارش ها رو به افتضاح میکشه و جریان بحث ها رو منحرف میکنه. برای تولید رضایت شما به یک دشمن احتیاج دارید، یک هدف. این دشمن مشترک فیلتر پنجمه. کمونیسم، تروریست‌ها، مهاجران. یک دشمن مشترک، یک لولو خورخوره ترسناک به مهار باور عمومی کمک میکنه. 5 فیلتر. یک تئوری رسانه‌ای بزرگ. رضایت همواره در اطراف شما در حال تولید شدنه. بله دوستان، دیدید به همین راحتی. حالا باز بشینید پای رسانه ها. هرچی که ما میگیم رسانه هایی که ساخته شده زیر دست مافیاست، مافیا اون چیزی رو که تمایل داره از طریق رسانه به خورد شما میده باور نکنید. در بخش پایانیش دوباره برید ببینید کسانی که افشاگری میکنن و چجوری میزنن، به خاطر اینکه منافعشون به خطر میافته. پس شروع میکنن قل و قم کردن، شروع میکنن شرایطی رو ایجاد کردن تا اون اسناد از بین بره و شلوغ بازی میکنن، آب و گلالود میکنن تا باز خودشون بتونن ازش ماهی بگیرن. دقیقا کاری که تو همین چند روز اخیر دیدید که همین دار و دسته حجت کلاش و سه
فاسد دیگه حجت بابک و عرفان بابک کلاشی انجام دادن. ولی دوستان این بخش دوم به پایان رسید. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. لطفاً برنامه رو منتشر کنید در حد توانتون در هر کجایی که هست و با رستاخیز سیمرغ همراه باشید. به زودی رسانه سیمرغ راه اندازی خواهد شد و ارتش سری رو حمایت کنید در رابطه با پرچم‌های سرنگ شیر خورشید نشان تاجدار که تا امروز بیش از 2500 عدد پرچم سرنگ شیر خورشید نشان تاجدار و هزاران فرتور پادشاهان ایران ساز پهلوی از پهلوی نخست تا پهلوی سوم در جای جای ایران منتشر شده حمایت کنید تا این روند ادامه داشته باشه برای قیام که یک قیام شناسنامه دار داشته باشیم و جلوی هایجک شدن انقلاب مردمی رو بگیریم. از اینکه با ما همراه هستید یک ایران سپاسگزارم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. پاینده ایران و ایرانی برافراشته باد پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان. تا جان در تن من است، تا خون در رگ من است، تا ابد جاوید شاه تنها کلام من است و خاک ایران تنها سرای من است. تا بخش سوم این برنامه، بدرود دوستان.